بسم الله الرحمن الرحیم بنده مؤمنه به فرمان روای عالمیان سید فاطمه روحانی هستم یا رب ای روشنی چشم من تنها شما را میخوانم و از شما یاری می جویم که اگر به غیر از خودت امید بندم ناامید می شوم بار الها ای عظیم ای غالب بر کل هستی ای قادر متعال ای فرمان روای من نظری به فرما و به ما بیاموز روش خوشبختی و ارتباط داشتن با خودت و روح گیرندگی از خودت را به ما وصل بفرما که تجلی خواسته ها و آرمان های من را با قدرتت به منسه ظهور برسانیم یا رب حس اعتماد به خودت را در ذهن و امورمان بیشتر بفرما فرما میدانم از رگ گردن به من نزدیکتری. و همیشه بار غم را از قلبم برداشتی و این را میدانم که هر کس به شما وصل باشد دارای شرافت و آبروی ابدی از شما استدعا دارم لحظات زندگیم با انرژی های ذکرت و اعمال صالح و نیکویی برای رضایت خودت باشد ای روح ابدی من ای فرمان روای کل هستی عاشقان دوستت دارم به من بینگر سلام عرض می کنم خدمت شاگردان بزرگوار ما طبیع و طبیعه و شنوندگان گرامی ما سوره ابتدای سوره انسان هستیم که برای شما بخون میفرمون که آیا بر انسان به نام خداوند بخشنده مهربان سوره دهر یا انسان بر آیا بر انسان لحظه ای از زمان گذشته است چیزی که به شمار نمی آمده است ما انسان را از اختلاط نطفه آفریدیم و برای او گوش شنوا و چشم بینا قرار دادیم تا او را بیازماییم او را به راه راست هدایت کردیم خواه شاکر باشد خواه کافر البته برای کافران قل و زنجیر و آتش سوزان آماده کرده ایم نیکوکاران در بهشت از جامهای نشات آور که همانند کافور است می نوشند و آن چشمه است در بهشت که بندگان نیکوکار خدا از آن آب می نوشند و آب آن چشمه را به هر سو که بخواهند جاری می سازند. آن بندگان نیکوکار به عهد و پیمان و نظر خود وفا کردند و از روزی که رنج و سختی آن دامنگیر اهل محشر می شود به شدت می ترسند و برای خوشنودی خدا تعام خود را با اینکه خودشان بدان نیاز دارند به فقیر و یتیم و اسیر می دهن و می گویند ما فقط برای رضای خدا به شما قضا می دهیم و توقع هیچ عوضی از شما نداریم و نمی از ما تشکر کنید سوره دهر برای هر کس که بیاد یک وضعیت شرایط بسیار عالی در زندگی هست که حالا دیگه بستگی داره به نیت شما که آیا این نیت رو مثلا برای یک سال برای شیش ماه که مثلا چه وضعیت شرایطی برام پیش میاد یا مثلا برای ازدواج باشه یا برای چیزهای دیگه مثلا اگر شما سوال کنید که آیا این خبری که شنیدم صحیحه حقیقت داره این رو که سوال کنید این بیاد صد در صد حقیقته میفهمون که سوره ده آیه ده هستیم ما از قهر و غضب پروردگارمان به روزی که چهره سیمای خلق از ترس عذاب عبوس و غمگین است میترسیم خدا هم آنان را از گزند آن روز در امان داشت و با آنان خوشرویی و نشات نشاط قلبی عطا فرمود و به خاطر صبر و استقامتشان باغات بهشت و لباس حریر بهشتی به آنان عنایت فرمودند در آن بهشت بر تختها تکیه زنند و از گرما و سرما هرگز استراحت سرما و گرما هرگز احساس ناراحتی نمی کنند سایه درختان بهشتی بر سر آنان و میوه هایش در دسترس آنهاست خادمین بهشت با جام های سیمین و با کوزه های بلورین در میان آنان بر انجام خدمت می گردند آن ظروف زیبا در اندازه های مناسب از نقره ساخته شده است در آنجا از جام های نشاتنگیز که تعمش همانند زنجبیل است می نوشند زنجبیل از چشمه است در بهشت که سلسبیل نام دارد خادمین پیوسته در خدمت نیکوکاران خواهند بود وقتی به آنان بنگری تصور کنی که مروارید درخشان هستند چون بر اطراف بنگری نعمت فراوان و ملک وسیع خواهیدید نیکوکاران با لباس نرم و راحتی به رنگ سبز روشن به دستشان دستبندهای سیمین خواهد بود و پروردگارشان آنان را در شراب, شراب تهور می نوناشد نه پروردگارشان آنان را شراب تهور می نوشانند خطاب می رسد این بهشت پر نعمت پاداش اعمال شماست و سعی و کوشش شما در پیشگاه خداوند مشکور و مقبول واقع شده است یا پیامبر ما این قرآن عظیم و شن را بر تو فرستادیم پس در اجرای احکام و اوامر پروردگارت صبور و شکیبا باش. و هرگز از خواسته ها و تمایلات مردم گنهکار و جفا پیشه و زورگو جانبداری نکن چون اگر جانبداری بکنن خب حالا بنابر مسلحتی مثلا وای این عموی شوهرم این نمیدونم خالمه اون فلانیه این فامیله اگر جایی میبینید که واقعا اینها دارن ظلم میکنن از اونها طرفداری کنید جانب داری کنید یقینا هم طیف انرژی های انهدام همونا خواهید شد بعضی از ما کارهای انجام میدیم خودمون هم نمیدونیم که چقدر برای ما ضرر داره فقط میگه خوب بابا حالا فقط خواستم مثلا از این محلکه بکشمش بیرون اما فکر نمی کنید که اون آقا یا اون خانوم با اعمالی که انجام داده روبرو شده با کارهایی که کرده بازتابش یه چند وضعی رو براش پیش آورده نمیتونه کسی دوزی کنه اما بعد بگه نه نکرده انشالله خیره چون حالا نمیدونم دامادمه چون فلانیه چون بیسانیه چون آدمی با اعمالی که کرده روبرو میشه با بازتاب اون اعمال پاسخ میگیره از خدا و از کائنات وقتی چیزی برملا میشه چیزی مثل همین آخوندا شما ببینید من نمیدونم سناتون چقدره اما اگه هم سنای من باشید و یه ذر بزرگتر باشید و اینا میدونید که اینها چه علی علی ما علیوار داریم زندگی میکنم رو نمیدونم گیلیم میشینیم ما این کار رو اون کار میکنم یه ادم که تمع کردن که آقای خمینی بیاد پول نفت از شاه بگیره و این وضعیت پیش اومد و به خاطر جانبداری از کی؟ از خمینی، از آخوندا، از یه مش آدمای کافری که اصلا خدا رو نمیپرستیدن و همه تمام کسایی که میان اعتراض میکنن که ما چیزی بازنشسته چه پولمون رو نمیدی چرا فلان نمیدی اینا جوانان همون سال پنجاه هفتن و یقینا خدا یقه همه رو گرفت یقه همه رو گرفت چون حق چه میدونم میگن جانبداری کردن از کسایی که حق نیستن خب این خودش یه نوع شریک جرمه شریک جرمی که مثلا حالا شهادت میده یا از رو به طرف چیزهای دیگه میکشونه که متوجه نشن اما این دنیا کارش بسیار 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 قوی است انقدر قویه که آدما واقعا نمیتونن باور کنن میفرمان که و خطاب میرسد این بهشت پر نعمت اعمال شماست و سعی و کوشش شما در پیشگاه خداوند مقبول واقع شده است یا پیامبر ما این قرآن عظیم و شن را بر تو فرستادیم پس در اجرای احکام و اوامر پروردگارت صبور و شکیبا باش و هرگز از خواسته ها و تمایلات مردم مردم گناهکار و جفا پیشه و زورگو جانبداری نکن و تمام پر و نام پروردگارت را هر صبح و شب به بزرگی و تکریم یاد کن یا پیامبر ما این قرآن عظیم و شند را به تو فرستادیم پس در اجرا و احکام و اوامر پروردگارت صبور و شکیبا باش و هرگز از خواسته ها و تمایلات مردم گناهکار و جفا پیشه و زورگو جانب داری مکن نام پروردگارت را هر صبح و شام به بزرگی و تکریم یاد کن و پاسی از شب را برای سجده و قسمت بیشتری را برای عبادت و ستایش خدا صرف کن البته کافران دنیای زودگذر را بیشتر دوست می‌دارند و از سختی روز قیامت که در پیش دارند غافلان ما آنان را آفریدیم و خلقت آنها را استحکام بخشیدیم هرگاه بخواهیم همانند آنها را جانشین آنان میسازیم در حقیقت قرآن تذکر و پندی است برای کسی که بخواهد راهی به سوی پروردگارش در پیش گیرد و شما نمیخواهید هدایت یابید مگر آنکه خدا خواهد همانا خدا دانای با حکمت است خدا هر که را بخواهد مشیت الهی بر او بر هر که تعلق گیرد او را مشمول رحمتش قرار می دهد و برای ظالمان عذابی دردناک آماده است به نام خداوند بخشنده مهربان سوره مرسلات هستیم سوگند به رسولانی که پیک رسالتند ببخشید سوگند بر رسولانی که پیک سعادتند سوگند به بادهای تند و سخت سوگند به آیات منتشره قرآن که حق را از باطل جدا می سازد و ذکر خدا را در دلها جا می دهد تا عذر نیکان و ترس بدکاران گردد البته آنچه به شما وعده داده می شود به طور قطع و یقین واقع خواهد شد هنگامی که ستارگان همه محو شوند و آسمان شکافته شود و کوهها متلاشی و پراکنده شوند و به پیامبران وقت شهادت را اعلام کنند برای چه روزی وقت تعیین گردید برای روز فصل و چه میدانی که روز فصل چیست آن روز عذابی سخت بر منکران قیامت است آیا ما پیشینیان را به کیفر کفرشان هلاک نکردیم و بعد از آنها قومی دیگر را نابود ساختیم ما مجرمین و گناهکاران را چنین کیفر می دهیم آن روز عذابی سخت بر منکران قیامت است دارن الان میفرمان که شاید اگر مثلا ملت ها در قرن های گذشته پیرو کتاب های آسمانی می شدن بدون مثلا کینه و حقد و حسد و و, و چیز شما اگه توجه کنید بیشتر مذهبیون دوچار یک کینه خاص و یک حالت های بدی هستند از اینکه این توانایی رو ندارن مثل دیگران باشن و دائم در حال ترسیدنن در صورتی که اصلا روشی رو که اینها دارن پیش میگیرن اینا همه مردود شده است یعنی خودش انرژی ابلیسه و اگر واقعا افراد خداپرست خوشقلبه چه ساده یعنی آدم های خوبی واقعا بودن تو این قشر مذهبیون یقینا زمان مثلا همین تکنولوژی با برق و گاز های دیگه و انرژی های دیگه شاید باید چه میدونم هزار سال پیش انجام میشد که آدم ها خودشون انقدر لجباز هستن و هر چیزی رو باور نمیکنن و و و و مطالب های دیگه میفرمان آیا ما شما رو از آبی بی ارج خلق نکردیم بعد آن را به قرارگاه رحم منتقل ساختیم تا مدتی معلوم و معین برای آنگاه برای جنین تعیین وضعیت کردیم و ما بهترین تقدیر کننده هستیم آن روز عذابی سخت بر منکران قیامت است آیا ما زمین را مسکن شما قرار ندادیم برای زنده ها برای زنده ها و مرده ها و در آن کوه های بلند برقرار ساختیم و با آبی گوارا شما را سیراب نمودیم آن روز عذابی سخت پر منکران قیامت است عطاب می شود بروید به سوی عذابی که منکر آن بودید بروید زیر سایه دود آتش آتش دوزخ که از سه طرف شما را احاطه کرده است نخونک خنک می کند و نه از حرارت آتش می شما فقط ببینید که خداوند چقدر دارن تکرار می کنند که به غیر از خدا رو نخونید به غیر از خدا رو نخونید یعنی باید همش به انرژی اول وصل باشید تا بتونید اون گیرندگی های مثبت رو از خداوند داشته باشید همجور مثال ها میزنه که کسایی که عمل نیک میکنن این کارا اون کارا میکنن تو قصر میذارنشون چه میدونن وضعیت خیلی عالیه که متاسفانه بشر همه همینه میفرمان که و در آن کوههای بلند برقرار ساختیم و با آبی گوارا شما را سیراب نمودیم آن روز عذابی سخت بر منکران قیامت است عطا ببخشید می شود بروید به سوی عذابی که منکران بودید بروید زیر سایه دود آتش دوزخ که از سه طرف شما را احاطه کرده است نه خنک میکند و نه از حرارت آتش می کاهد شراره های آتش دوزخ همانند قصری در می گویی آن شراره ها اشترانی طلایی رنگ هستند آن روز نجات ببخشید آن روزی است که کافران برای نجات خود چیزی نتوانند گفت و برای آن برای آنان رخصت عذرخواهی نیز نخواهد داد آن روز عذابی سخت بر منکران قیامت است این روز فصل و جدایی است که شما و همه گذشتگان پیشین شما را در صحرای محشر جمع کرده این باز اگر مکر و حیله ای دارید به کار برید آن روز عذابی سخت بر منکران قیامت است آن روز پرهیزکاران در سایه درختان بهشت و در کنار چشم ساران خواهند بود و از هر نوع میوهی که مایل باشند برای آنان فراهم است. خطاب می شود هرچه می خواهید بخورید و بنوشید. گوارای وجودتان باد این همه نعمت پاداش اعمال نیک شماست که انجام داده اید. ما نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم. آن روز عذابی سخت بر منکران قیامت است ای کافران شما هم بخورید و از عمر کوتاه خود برخوردار شوید همانا شما مجرم و گناهکارید آن روز عذابی سخت بر منکران قیامت است و هرگاه با آنان گفته شود که نماز بخوانید نمیخوانند آن روز عذابی سخت بر منکران قیامت است آیا پس از این آیات خدا که آن را مورد تکذیب قرار میدهند به کدام این گفتار ایمان خواهند آورد <applause> اللهو قفور اللهو قفور اللهو قفور اللهو قفور الله غفور 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 الله غفور

Allahu ghafur 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 Allahu ghafur

Alo hoka fura lo 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 hoka fura Alo hoka fura lo 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 hoka fura Alo hoka fura fura lo hoka fura 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 fura

Allah ghafur ka ghafur lo 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 ghafur ka ghafur Allah ghafur ka ghafur lo ghafur ka fura lo ho ka fura lo ho ka fura lo ho ka fura Allah